کردن احتمالاً همین مشکلات هم خواهد بود، اینطور نیست؟ بله درسته، همونطور که همکاران فرمودن امکان برگشتن به یک توافق قبلی وجود نداره و اینکه اگر بخوان یک توافق بلند مدت تر داشته باشن باید به تصویب کنگره در بیاد. اشتباهی که آقای اوباما کردن این بودش که این پیمان برجام رو به صورت فرمان ریاست جمهوری به اجرا درآوردن و همونطور که شاهد بودیم آقای ترامپ خیلی راحت تونستن از اون توافقنامه بیرون بیان و دلیل اینکه تونستن این کار به راحتی انجام بدن این بودش که آقای اوباما برجام رو به تصویب کنگره نرسوندن، در صورتی که توافقنامه برجام تو ایران به تصویب مجلس رسیده بود و به صورت یک پیمان در اومده بود. و اینکه آقای بایدن اگر بخوان به یک توافقنامه برگردن که هم بلند مدت تر باشه و هم شرایط جدیدتری رو در بر بگیره باید حتما اعضای کنگره رو با خودشون همراه کنن. فکر میکنید اعضای کنگره همراهی خواهند کرد؟ چون میدونیم بعضی از دموکرات ها هم وجود دارن چه در سنا چه در مجلس نمایندگان که موافق یک توافق هسته ای با ایران که بهش به تهران در واقع یک آرامش خاطری بده برای تعامل تجاری با دنیا نیستن. بازیگران خیلی زیادی وجود دارن در این زمینه، لابی های مختلفی هستن که دارن فعالیت میکنن. البته اینو من میتونم به شما بگم که اعضای کنگره در حال حاضر حاضر نیستن شرایط قبلی رو بپذیرن و باید شرایط جدیدی روی میز بیاد.